در میان ما روانپزشکان جناب آقای دکتر معتمدی در مورد مرگ زیاد صحبت کردن و نوشتن و درد و دریغ که ایشون آخرین کس از بین ما بودن که افشین رو بدرقه کردن. آقای دکتر من میخوام که تشریف بیاریم و برامون از افشین رو بدرقه. به زیر پاف تدان بزنیم سلام. سخن گفتن از معنای زندگی بدون نگاه به مرگ امکان پذیر نیست. ناندرتال ها در حالی که توانایی مکتوب کردن اسطوره هاشون رو نداشتن، در گورهایشون سلاح، ابزار و استخوان حیوانات قربانی شده رو می‌گذاشتن. یعنی یک تصوری از مرگ داشتن و دنیای دیگر شبیه به دنیایی که توش زندگی می‌کردن. و همون بشر اولی هم موقعی که با مرگ روبرو شد سعی کرد که با یک ضد روایتی به نوعی با این مسئله بتونه کنار بیاد و تحمل پذیرش کنه. بنابراین بشر از همون ابتدا در جستجوی یک معنایی بود و داستانهایی رو ابداع میکرد تا بتونه که مسئله فناپذیری رو در یک چارچوب گسترده تری قرار بده برای اینکه به زندگیش معنا بده. تاریخ مکتوب ما هم نشوندنده همین امره. فلسفه چیزی جز بحث در حیات و ممات نیست. تاریخ چیزی جز مجموعی از دفنیات نیست. هنر به نوعی در چالش با مرگ که شکل میگیره و همینطور شاخه‌های دیگه. در این عرصه متفکرین و اندیشمندان گاهی این دوتا پدیده رو شبیه به هم دیدن و مرگ و زندگی رو اوزان همنوای طبیعت، ضرباهنگ خلقت تلقی کردن و گاهی در تقابل دیدن و گفتن این بنیادی ترین تضادی است که در زندگی و در هستی وجود داره. گاهی برخی مثل مولوی با نظر مثبت به این تضاد نگاه کردن، برخی با داوری اخلاقی اومدن هر چیزی که در خدمت مرگ شر، هر چیزی که در خدمت زندگی است خیر دانستن. خود مولوی در مثنوی یک تمثیلی داره که مرگ و زندگی رو به تصاویر در یک آینه تشبیه میکنه. میگه که مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، آینه صافی یقین همرنگ روست. پیش ترک آینه را خوشرنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. ای که میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. زشت روی توست نی رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. یعنی مرگ آینه است که اگر یک ترک خوش چهره سپید سیما در اون نگاه کنه تصویر خودش رو میبینه، اگر یک زنگی سیاه چرده اون تصویر رو میبینه، و اگر از این تصویر میترسه در حقیقت از خودش میترسه. اما آیا براستی چنین هست؟ یعنی افشین عزیز ما که همونطور که خوش چهره بود وقتی در آینه مرگ نگاه کرد با تصویری در خور تصویر زندگیش روبرو شد و مرگ افشین در باور یک همچین دیدگاه، در تأیید یک همچین باور یا دیدگاهیه، چه نسبتی بین زندگی افشین و مرگی که برای اون اتفاق افتاد وجود داشت؟ زندگی که پر از شور و شعر و عشق و محبت و طنز و دوست پروری و احساس مسئولیت بود، چه نسبت معنایی میتونه پیدا بکنه با مرگ پوچ کننده و بی‌معنایی که برای او اتفاق افتاد؟ در حقیقت اینجور بحث‌ها و اون چیزهایی که در مقدمه گفتم و اون تمثیلی که مولوی میگه، اینا همه تا وقتی است که ما به عنوان آدم زنده به مرگ فکر میکنیم. و در اینجا من میخوام بر ضد این ضد روایت صحبت کنم. بله، اگر کسی عمر مورد انتظارش رو سپری کرده باشه
به دوران کهولت رسیده باشه، در زیر سایه مرگ داره زندگی میکنه، و یا بیماری که مبتلای بیماری وخیمی هست که بهش گفتن یک فرایند مردن در پیش روی اوست که مدتی طول میکشه، زمان داره در طول این مدت به گذشتش زندگی کنه، ارزش‌ها و معنایی که در زندگیش بوده در پناه مرگ سعی کنه دوباره بازآفرینی کنه، معنا بکنه، و یا برعکس مرگ غریب الوقوعی رو که در اتفاق میفته در سایه ارزش‌ها و معناهایی که در زندگیش داشته تحلیل کنه و به پذیرش مرگ برسه. این حرفا درسته، ولی وقتی مرگ مثل مرگی که برای افشین اتفاق افتاد در عریان ترین چهرش میاد، دیگه نه معنایی داره، نه تابع هیچ معادله ایست، نه از نظمی پیروی میکنه، نه منطقی داره، یک مرگ بی‌معنا و پوچ کننده است، و همه اون حرفا دیگه لفاظی به نظر میرسه در یک همچین شرایطی. حالا حتی اگر مولوی هم گفته باشه، و اینجاست که به اهمیت نیایشی که ریلکه داره پی میبریم که میگه خداوندا به هر کسی مرگ اصیل خودش رو عنایت کن، مرگی که دمساز با زندگیش هست، و دریغا دریغ که از افشین عزیز ما چنان مرگی دریغ شد. اما داستان افشین و مرگ به همینجا خاتمه پیدا نمی کنه، برای اینکه افشین یک هنرمند بود، اصل اساس هنر در خلاقیت، و خلاقیت یعنی اسیانی در برابر نیستی، و هر هنرمندی، حالا شاعر یا هر چیزی، مهمترین چالشگر مرگ هست. و اصلا خلاقیت یعنی که شما در یک لحظه بتونید در اون لحظه معنایی به زندگیتون بدین و این معنا رو پایدار بکنین و ماندگار بمونه، و به این ترتیب تکلیف خودتون رو با مرگ هم روشن کرده باشین. افشین البته شاعر زندگی بود، سنش هم طوری نبود که بگیم که حالا به نوعی باید با مرگ معنوس میشد، اما به خاطر هنرمند بودنش این اتفاق افتاد. هر هنرمندی باید در برابر مرگ اعلام موضع بکنه، و این بیخودی نیست، علکی نبوده که ما میبینیم دو تا قطعه از افشین رو در ارتباط با مرگ گذاشتن، همه دیدیم، همه حیرت کردیم، همه متأثر شدیم. من نمیخوام از عوالم ماورایی صحبت کنم، و نمیخوام که حتی بگم که افشین به کمک شهود هنرمندانه نوعی پیشگویی پیامبرانه پیدا کرده بوده و بر اساس حس مرگ اومده این شعرها رو گفته. این در حقیقت نوعی تعیین موضع هنرمند در برابر مرگه، یعنی هنرمندی که زنده است با تصور مرگ، به شکلی که در همین دوتا قطعه که خوندن آقایون و همه خوندیم و من تکرار نمی کنم، اونطوری که منعکس شده در اونجا نشون میده که افشین با مرگ اون کاری نکرد که مرگ با او کرد، و سعی کرد موقعی که زندگی بود به مرگش یک معنایی بده، و خیلی شبیه کاری که قهرمان شازده کوچولو کردش، افشین در همین دوتا قطعهش، حالا من باقی اشعارش رو کاری ندارم، در همین دوتا قطعه مرگ رو اهلی کرد، مرگ رو ساده کرد، به یه نوعی با یک احساسی که این مرگ همیشه در زندگی روزمره وجود داره تکلیفش رو با این مرگ روشن کرد، و به اون چیزی رسید که همه باید برسند، به پذیرش این مرگ، و این مرگ رو معنی کرد و به مرگش معنا داد. در حقیقت من فکر میکنم اون چیزی که بر افشین گذشت از بابت مرگی که داشت، زندگی که داشت، و همین قطعات که در ارتباط با مرگ نوشت به بهترین نحوی در این بیت حافظ متجلی شده که میگه زمانه گر بزند خرمنم به دامن عمر، بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست. قلبت رو گاهی در بزن، نبض میان نبض من میان قلبت میزند. در میان پزشکان شاعران فراوانی داری، ولی افشین متواضع بود و متمایز بود.
از جناب آقای دکتر واحد من میخوام که تشریف بیارن. آقای دکتر واحد از همکار